با ما سر طوفانی اگر راه بیفتد، این طایفه با خون و جگر راه بیفتد. تردید ندارم که در این وسعت تاریک، در تلخ ترین وقت سحر راه بیفتد. این جنگل زخمی شده از خشم هیاهو، یک روز به دنبال تبر راه بیفتد. می ترسم از آن روز که در دیده مردم، دیوانه ای از هر دو نظر راه بیفتد. از خون جوانان وطن لاله دمیده، هیهات اگر لاله سر راه بیفتد. عرض ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز. سنای هستم با سری برنامه های پرژن وارد در خدمت. مهمان امروز برنامه ما شاعر گرانقدرمون هستن که البته در زمین های مختلف فعالیت دارن، ولی این قطعه شعرشون رو که خوندم از آقای حنیف خورشیدی است. آقای خورشیدی خیلی خوش آمدید، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. تشکر میکنم از شما و همه همکارانتون. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و در خدمت شما هستم. ممنون از شما. آقای خورشیدی بفرمایید که آقای حنیف خورشیدی کجا به دنیا اومدن؟ الان کجا تشریف دارن؟ از کی دست به قلم شدن؟ من متولد مهر ماه 1359 هستم، از در شهر گرگان و بزرگ شده شهری به نام اشرف یا بهشهر که یک شهر تاریخی باستانی است با 11000 سال خدمت، که تپه ها و کوه ها و دره هاش پر از تاریخ فراموش شده است که متاسفانه از ذهن ها دور شده، ولی خب من اینجا بزرگ شدم و در سمنان درس خوندم و برای ادامه کارهام که همون روزنامه‌نگاری و کارهای پژوهش بوده رفتم تهران، سالها اونجا بودم و خیلی از دوستان رو در طول سالها تو حوزه‌های مختلف دنبال کردم، دیدم و سعی کردم که یه سری چیزهایی رو شاگرد کنم، یاد بگیرم. درسته. آقای خورشیدی شما فهمم تو که فرمودین توی شهر تاریخی بودین، آیا این باعث می شد که اولین نوشته های شما در واقع یک مقدار طعم تاریخی بیشتر توی قلمتون یه مقدار تاریخی باشه، یا اینکه نه از اول قلمتون متفاوت شروع شد؟ من قبل از اینکه بخوام بنویسم، من تو 16 سالگی اولین فیلمم رو ساختم، یعنی سال 75 مجوز گرفتم و 76 اولین فیلم کوتاهمو ساختم. خیلی هم استقبال شد و در همون سال باعث شد که انگیزه هم برای کار فیلم بیشتر بشه. بعد که جلوتر رفتم و یه خورده با کارگردانان حرفه‌ای‌تری آشنا شدم، به مرور زمان دیدم واقعا فیلم ساختن خیلی سخته، یعنی همطوری نیست تو هر موضوعی رو دست بگیرید و امکاناتی باشه و برید بخواید فیلم بسازید و اینا. بعد دستمو کشیدم واسه فیلم ساختن، 7 فیلم کوتاه کار کردم و الانم یه فیلم بلندی رو در حال کارهای اجرایش هستم، اگه خدا بخواد و این کرونا اجازه بده. ما این فیلم رو که اتفاقا تاریخی است و درباره زندگی شاه عباس از 1021 هجری قمری تا 1038 هجری قمری است که در بهشهر هم یا اشرف همینجا فوت شدن و ایشون رو داخل یخ گذاشتن که ببرنش کربلا، ولی خب تو مسیر حالا به روایتی در ساری و روایتی در کاشان تشییع شده، درباره زندگی سیاسی اجتماعی ایشون هست و کارهایی که در طول این مدت انجام داده. تاریخ خیلی، این شهر تاریخی خیلی رو من تأثیر نذاشت، چون شهرهای کوچولو معمولا جز اینکه هرس آدم رو ده بیارن و آدم رو کینه‌ای تر کنن، به خاطر این شما اول باید در دوران نوجوانی و ابتدای جوانی خودت رو اثبات کنی. متاسفانه توی این دوره وقتی به یک کسی میگفتید من میخوام فیلم بسازم، اون زمانی هم بوده که هنوز هندیکم نبوده، یعنی دوربین یک چیز لوکس محسوب میشد که در شهرهای کوچک نبود و به سختی وقتی شما میگفتید میخوام فیلم بسازم، اولین چیزی که میدیدید واکنش ها و تلخند ها و مسخره کردن ها و این چیزا بوده. من فکر میکنم بیشتر دنبال اثبات این داستان بودم که میخوام فیلم بسازم. بعدم که از این
به این وادی نزدیک شدم، به فیلمساز خیلی خوبی نزدیک شدم، دیدم که فیلم ساختن جدای از همه اون هیجاناتی است که برای اثبات شخصیت و برای اثبات هیجانات و علایق هنری آدم هست، آدم باید یه پیش زمینه هایی در این موضوعات داشته باشه. خب من در خانواده بزرگ شدم که پدرم شاعر مطرحی بوده، از شاعران اسپاسمانتالیست ایرانی، حجمگرای مطرحی بوده، نسل دوم حجم رو به نوعی هدایت میکردن، تئوریسین بودن در شعر حجم و کتاب های زیادی در این موضوعات نوشتن، مقالات بسیار بسیار زیادی دارن که در داخل و خارج از کشور چاپ شده. طبیعتاً به واسطه اینکه فرزند ایشون بودم، شاعران بسیار زیادی رو دیدم، از شاعران بزرگ ایرانی، از پیشکسوتای بعد از نیما تا امروز، و این باعث شد که من انگیزه هام برای اینکه بخوام مسیرم رو دوالی بدم خیلی طبیعتاً تأثیر داشت. و به مرور زمان فکر میکنم از 17-18 سالگی بود که دیگه شعر می‌نوشت و الانم 40 سالمه. یه 20 سال اخیر با روزنامه نگاری و قلم، به واسطه اینکه خب سردبیر چندین نشریه بودم و در خبرگزاری های مختلف کار میکردم، توی بخش ادبی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی قلم زدم و به واسطه اینکه در شهر سمنان بودم و اونجا شاعر و نویسنده خیلی کم بود، یه دفعه تونستیم همچین با دوستان خیلی خوبی اونجا بریم توی ذوق ادبیات و اونجا یه پایگاهی رو ایجاد کنیم در استان سمنان. هنوز من دوستان خیلی خوبی دارم در شهرهای مختلف کشور، در کل ایران ارادت خیلی خوبی نسبت به دوستان دارم، چون خیلی به هم لطف داشتن در این سالها و سعی کردم برم به سمت کار مکتوب، یعنی از فلسفه شفاهی دور بشم، مثل خیلی ها که نقد هاشون یا مسائل شعرشون رو فقط به صورت نقد شفاهی بیان میکنن. من همه رو نوشتم و در روزنامه‌های مختلف به چاپ رسوندم و طی 8 سال اخیر که خب در صورت من در دولت احمدی نژاد در بلک لیست بودم و به هم مجوز کتاب داده نمیشد، در دولت آقای روحانی محدودیت برداشته شد و من تونستم کتاب هام رو چاپ کنم. یه دفعه این در باز شد و من هم با کلی کتاب رفتم سمت وزارت ارشاد و تا امروز با سختی و با تلاش شبانه روزی خودم و تیمی که دارم باشون کار میکنم، از تیم بچه ویراستار، فنی، صفحه‌آرا، طراح جلد و حتی تایپیست، چون واقعا خیلی سخت است. من یک کتاب جدیدم که الان رفته برای چاپ و یک نشر خیلی خوبی به نام ماسنت شده نگاه اونو داره چاپ میکنه، این کتاب 860 صفحه، من نزدیک 3000 صفحه مطلب نوشتم، این من خدا هر روزم کم و زیادش میکردم، این تایپیست هامون، صفحه هامون، واقعا خیلی آسیب دیدم. در این 8 سال یک کار جمعی رو شروع کردیم، تا امروز 31ش چاپ شده، 23 کتاب جدید هم در حوزه پژوهش ادبی و تعدادش هم مال از شعرهای خودم یا نقد به شعر و درباره شعر، گردآوری آثار شاعران مختلف. به طور مثال من کتابی دارم به نام شاعران حجم، شاعران دیگر. در این کتاب نزدیک به 20 شاعر آوانگارد نسل اول شعر حجم و تعدادی از نسل دومی های شعر حجم رو معرفی کردم که به ظرف قاطعه میگم جز چند نام بزرگ مثل دکتر یدالله رویایی و بیژن الهی عزیز و بهرام اردبیلی بزرگ و 3-4 چهره دیگر، عمدتا چهره های بسیار غولی هستند که ناشناسند. اینها در ادبیات متاسفانه دیده و شنیده نشدن. من سعی کردم در این کتاب که این هم توسط انتشارات نگاه چاپ شده و استقبال خیلی خوبی هم شده ازش، به چاپ برسونم. نگاه من توی حوزه گردآوری نگاهی است از بطن ادبیات، یعنی چیزی که در ادبیات جریان داره
ولی شاید کمتر دیده میشه یا کمتر شنیده میشه. چهرههایی که در گوشه و کنار ایران هستن، در داخل و خارج کشور، در شهرهای دور افتاده که تعدادشون کم نیست، شاعران بسیار بسیار خوب و خوش‌ذوقی که متاسفانه صداشون شنیده نمیشه. من اینها رو شناسایی میکنم در یک کتاب 5 جلدی به نام کتاب مجموع کتاب شعرهای دیگر که نزدیک 270 شاعر خوب 5 دهه اخیر رو معرفی کردم و سعی کردم تمام تلاشم این باشه که کسی از قلم نیفته و قرار هم هست که 4 مجموعه 5 جلدی از این کتاب منتشر بشه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی، خیلی فعالیت گسترده ای. آقای خورشیدی، با توجه به اینکه حضرت علی توی فیلم سازی، توی روزنامه نگاری و شعر رو در واقع نوشتن دست دارین، به نظر شما کدوم از اینا سخت تره و کدومش شما خودتون بیشتر دوست دارین که انجام بدین؟ اصلا خلق، هر چیزی که ربط به خلق، خلق اثر داره، هر خلقی سخته. حالا چه این هنرهایی باشه که شما میفرمایید، چه هنر چوب باشه، چه خطاطی باشه، ریختگری باشه، مجسمه سازی باشه. اگر قرار هست که من مثلا مجسمه ای رو که 1000 سال پیش ساخته شده رو بازسازی کنم، خیلی کار سختی نیست. ولی قرار باشه که یه چیز جدید خلق کنم، به همون میزان من باید خالق یک اثر یا یک فکر یا یک چیز بدیعی باشم که تا امروز نبوده. و همه اینها رو بذارید در کنار اینکه اقبال عامه هم بخواد داشته باشه، این توجه عامه رو به خودش جلب کنه، بتونه طوری باشه که بدرخشه، در نگاه اول بدرخشه. خب طبیعتا هر کار هنری سخت است و خودم فکر میکنم ساده ترین کار برای خود من شعر نوشتن بوده. چون اینو بدون اغراق میگم، برای هر کسی میگم باورش نمیشه، یا شاید هم نمیخواد قبول کنه، یا شاید هم مثلا، البته برای منم مهم نیست که دیگه، چون خودم رو نمیخوام به هیچ کس اثبات کنم. سال هاست 20 ساله که نمیخوام خودم رو اثبات کنم، کار خودم رو میکنم و کاری هم به کار کسی ندارم، هیچ ادعایی هم ندارم تو هیچ حوزه، خصوصا در حوزه ادبیات. خیلی ها هستن که دوست دارن منو وارد حاشیه کنن، من از همه حاشیه ها به دورم، سعی میکنم هیچ حرفی رو نزنم که کسی بخواد از من برنجه، ولی نقد خودم رو میکنم، نقد جدی میکنم. اگر قرار به خاطر نقد برنجه و دور بشه، خب این اتفاق بیفته نزنم بهتر. ولی در حوزه نوشتن شعر، من شاید شده 4 سال شعر ننوشتم، 4 سال مداوم، چون تو بستر و فضای شعر نویسی نبودم. اما هیچ شبانه روزی نبوده که با کلمه و واژگان جدید زندگی نکنم. من روزی حداقل 3-4-5 کلمه جدید، ترکیب‌های جدید و فضاهای ادبی، همه چیز رو میبینم، ضبط میکنم و در یک بانک ذهنی ذخیره میکنم برای روزی که میخوام بنویسم. یعنی احساس میکنم مثل اون لحظه زایمان که یک لحظه خیلی خیلی باشکوه هست، وقتی شعرم داره میاد، چه تو خیابون باشم چه تو خونه باشم، یهو شروع میکنم به لرزیدن. احساس همین شعری که شما در ابتدای برنامه خوندید، یهو احساس میکنم که دارم از یک چیزی در میام، یه پوست جدیدی دارم و این حس بسیار بسیار زیبا هر بار با هر شعری، چه شعر بلند چه شعر کوتاه، چه غزل چه رباعی چه شعر سفید. یعنی من در لحظه نوشتن شعر فقط میرزا بنویس اون شعر هستم و به هیچ عنوان هیچ دخل و تصرفی در حتی یک کلمه اون شعر ندارم و به میزان بلندی و کوتاهی اون شعر به هیچ عنوان نمیتونه، تا حالا این اتفاق نیفتاده بیشتر از 1-2 دقیقه نوشتن یک شعر طول کشیده باشه، حتی اگر خیلی طولانی باشه، چون خیلی سریع مینویسمش و به خاطر شغلم روزنامه‌نگاری
این اتفاق همیشه میفته، خیلی سریع شعر رو یادداشت میکنم. و پس شما مثل بعضی از نویسنده و شاعرها که میگن محیط اطراف باید رومون تاثیر بذاره، مثلا چه کنار دریا بریم، غم جدایی و فراق بهمون سراغمون اومده باشه، این چیزها رو شما ندارین که بخواید بنویسین، شما یهو اصلا یه تصمیم میگیرین بنوشتن، یعنی کار محیط من اطراف تاثیری شما نداره زیاد؟ داره. خیلی اثر داره طبیعتا، آدم ها، محیط اطراف، برخوردهاشون، حرفاشون، نوع نگاهشون. برای شعر نوشتن یک شاعر نیاز به جهان بینی داره دیگه، هزار اتفاق در شما و در محیط اطرافتون باید بیفته تا شما به خودتون بلرزید و یه لحظه بخواید یه شعری رو بنویسید. من حتی اثرهایی هم از دیگران میگیرم. من وقتی دارم یک شعری رو از مثلا وحشی بافقی میخونم، همزاد پنداری میکنم با اون آنی که وحشی بافقی داشته در لحظه سرایش اون شعر. من میخواستم برای اقامت در یکی از کشورهای همسایه اقدام کنم، رفتم اونجا، 2 هفته بودم، تمام کارهام انجام شد برای رفتن به اروپا. بعد خیلی شبی دلتنگ بودم، خیلی گرفته بودم، حضرت حافظ رو تفاعلی زدم، اومد نماز شام غریبان، چو گریه خازم به مویه های غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. بستم، گفتم دارم میرم ایران، رفتم فرداش برگشتم، دیدم نمیتونم. اصلا ما تو این محیط، تو همین آدم ها، با همین ساز و کارها، با همین جغرافیا و با همین بستری که توش رشد کردیم بزرگ شدیم و شاید خیلی ها بتونن. من نتونستم دور بشم و واسه همین برگشتم. خیلی اثر میذاره، یعنی آنهای شعران دیگر هم رو من اثر میذاره. دقیقا، اتفاقا من میخواستم اشاره کنم به مرگ دست جمعی مردها که شما به شاملو نوشتید، خواستم ببینم این بله. از کجا نشأت گرفت، از کجا به در واقع قلم شما جاری شد؟ من یک بار رفته بودم در پارک چیتگر و اونجا صدای تیر می اومد، صدای تیراندازی خیلی نزدیک. چشممو بستم و احساس کردم که من هم هدف یکی از این گلوله هام. بعد این شعر اونجا زایده شد. همیشه کاغذ خودکار پیشم هست که چون نمیدونم کی قرار شعر به سراغم بیاد، همیشه اون لحظه چشمام رو میبندم و یک لحظه مثل لحظه وحی دریافت میکنم و کلش رو مینویسم. اونجا بود که این شعر رو نوشتم. درسته. آقای خوشی، توی صحبتاتون از حضرت حافظ صحبت کردین. حضرت حافظ کسی هستش که تقریبا فکر میکنم ایرانی نداشته باشیم که سر سفره حالا هفت‌سینش یا یلداش تفاولی بر حافظ نزنه. و شما جاهایی من دیدم که نوشته شده شمس الدین حنیف خورشیدی. میخوام ببینم اینا ارتباطی داره نداره، خودتون برام بگید. شمس الدین حنیف خورشیدی رو، شمس الدین رو دوست دارم. حالا چون خودم خورشیدی هستم و اون شمس هم یک اشاره ای به حالا ترجمه عربی خورشید هست و من به خاطر اینکه به مولوی بزرگ حضرت مولانا ارادت خیلی ویژه دارم و به عشقی که نسبت به حضرت شمس داشتن، این شمس من و خدای من، من هر بار که این غزلیاتی که حضرت مولانا نوشتن رو میخونم، این درون و وجد درونی من دچار یک تحریکات روحی میشه. واسه همین این یک شب خواب دیدم، من خیلی تذکره میخونم و آدم شبیه این آدم های متوهم هستم، یعنی همه اتفاقات زندگیم رو یه جور دیگه میبینم. میگه معتقدم که هیچ اتفاقی علکی نمیافته و چون از کودکی ما تو خونمون مثلا از 5 سالگی بابام اجباراً به اون میگفت شما باید گلستان بخونید، ما گلستان رو اگه اشتباه میخوندیم با اون برخورد میکرد. بعد حضرت حافظ رو برای اون میخوند، تو 7 سالگی بسیاری از غزلیات از حضرت حافظ رو حفظ بودم. بعد دیگه تو 12 سالگی عروض رو کامل به هم یاد داد با خوندن همین شعر حضرت مولانا
و تذکره، تذکرة الاولیا رو خودش برای ما میخون و این روح جاودانگی بشر رو در ظل سوم شخصیت آدم ها، اونجا که مثلا حضرت مولانا میگه دل من رفت به بالا، تن من رفت به پستی، من بیچاره کجایم که نه بالا و نه پستم. این من سوم که سرشت باطنی انسان هاست، همیشه بهمون تاکید میکرد که دنبال سرشت باطنیت باش، و همه اتفاقات جهان اتفاقاتی هستند که روی یک محور و یک مداری میچرخند. این کدها و این نمادها و این اتفاقات دقت کن، مبادا خواب باشی و اتفاقات بزرگی از کنارت رد بشه. رو حساب من یک زندگی مالی خولیایی دارم، یک زندگی توهمی دارم، همه چیز جهان رو شاید اینا رو نباید بگم، ولی واقعیت اینه که من نه، من حالا نظر شخصی خود منم چون همین هست، چون به هر حال همونجوری که شما فرمودین وقتی حضرت مولانا میگه که بشنو از نی، خود همین بشنو رو باید کلی بشین سالها در موردش صحبت کنی که بشنو یعنی چی هست. نه من کاملا موافقم، اصلا به نظر من توهمی نیست، اینجوری نباشی زندگی یه جوری دیگه است. آره من خب نگاه دیگران رو نسبت به خودم میگم، من پذیرفتم هر نگاهی نسبت به، اصلا یک شاعر نمیتونه، یک نویسنده نمیتونه مثل همه باشه. شما اگر مثل همه باشید نمیتونید اصلا صدای متفاوتی باشید. در زمانی همین شخصیت هایی که در تذکرة الاولیا اومده آدم هایی هستن که هیچ کدومشون شبیه آدمیزاد نیستن. اونجا که فاروق و مرتضی میرن برای دیدار با اویس قرنی و از مردم سوال میکنن که آقا این اویس رو میشناسید، گفتن که نه دیوانه است، شتربانی است، آنچه او میخورد مردم نمیخورند و آنچه مردم میخورند او نمیخورد، هرگاه مردم میخندند او میگرید و هرگاه او میگرید او میخندند. نگاه میکنم ببینم خیلی هم تفاوت زیادی با هم دیگه نداریم، هممون همینطوریم، خیلی خنده و گریه هامون شبیه مردم عادی نیست. رو همین حساب سعی کردم که تایم بیداریم رو زیاد کنم و به نمادهای جهان، به اتفاقات جهان، به رویدادهایی که فکر میکنم همینطوری است که ماها در بسته اون، در جریان مسیل اون رویداد قرار گرفتیم و اتفاقی هم نبوده، توجه ویژه‌ای داشته باشیم، نهایتا هم اون کتا رو دریافت نکنیم و مثل بقیه آدم ها بمیریم. ولی خب به قول چامروی بزرگ که دیگرگونه زیستن و دیگرگونه مردن رو باید یک شاعر یا یک نویسنده قبل از مرگش و در مسیر زندگیش تجربه کنه، و منم سعی میکنم که یه جاهای ادای اونا رو در بیارم. درسته آقای خوشدید، من خیلی نکته‌های خیلی خوبی گفتین و اینا همه نشأت میگیره از مطالعه زیاد شما، حالا این تفاوت نگاه، تفاوت نگرش به مطالعه زیاد شما و اینکه چقدر دقیق و کامل توی یه سری اشعار در واقع فرو رفتین تا معنیشو بفهمین. به نظر شما توی زندگی امروزی که متاسفانه یه زندگی ماشینی شده و خیلی مطالعه کمتر شده، آیا این کمبود مطالعه، کمبود کتابخوانی و اینکه مردم به هر حال دنبال یه سری مسائل دیگه هستن، این باعث شده که یه مقدار به قول شما کسانی که مطالعه میکنن و دید متفاوتی دارن بهشون میگن متوهم، آیا این کمبود مطالعه میتونه باعث این شده باشه؟ بله طبیعتا کتاب، ما ایرانی ها با کتاب نخوانی رفیق تریم تا با کتاب خوانی، چون اون میزان سرانه ای هم که دارن میگن، یعنی دولت اعلام میکنه از آمارشون، این هم فکر میکنم آمار حزب و پارتی باشه، چون میخواییم که لاغلش اینه که خیلی دیگه سرفکنده نباشیم در میان ملل. واقعیتش اینه که به هزار یک دلیل، یکی این که اصلا مردم اعصاب نداره، حالا خیلی ها میگن کتاب گرون شده، من تو خونم 11,000 جلد کتاب دارم، دوستانی که میان اینجا با چه عشقی میرم اینا رو میارم تو دو تا اتاقم که پر از کتاب هست، یعنی تمام اونجا روی زمین بالا همش کتاب هست، بهشون کتاب میگم بخونید، این ببرید بخونید فلان، میگم اعصاب لازم. تازه اینها آدمای شایسته ای هستند که من انتخابشون کردم، دستچینشون کردم، اینها حوصله کتابخانی ندارن. دیگه آقای دکتر سروش یک تعبیری دارن
میفرمان که ما هم اسب داریم هم اسب سوار، اما دیگه دوره اسب سواری تمام شده، ظاهرا دوره کتابخانه تمام شده. مردم دانایی رو در چیزهای دیگری میبینن، مثلا در اطلاع از مسائل روزمره، مثلا خبر داشته باشن کجای دنیا چی شده، کجا زلزله اومده، کجا کیو اعدام کردن، کیو آزاد کردن، کی مریض شده، کی مرده، و خبرهای زرد، خبرهای سوخته، خبرهای پرت که به درد هیچ جای بشر نمیخوره و اگر امروز شما بدونید فردا بی مصرف خواهد بود. از علم کتابخانی غافلند. یعنی کتابخانی، کتاب یک گنجینه است، یک دانش بی پایانه برای اینکه به انسانها نیرو و توان مضاعف بده برای زیستن، برای درست زیستن. صرفا نه تو حوزه ادبیات، به نظر من خود شاعران، نویسندگان، هنرمندان هم نیاز دارن که در همه حوزه ها مطالعه کتاب داشته باشن. من 20 سال پیش نامه نوشته بودم به آقای دکتر رویایی که این ارتباط دوستانه هنوز هم برقرار هست، ایشون پدر جریان شعر حجم هستند و واقعا به نظر من بزرگترین شاعر چند دهه اخیر و امروز که در جهان چهره بسیار بسیار شناخته شده است. متاسفانه در ایران حتی خود شعرای ما هم از ایشون غافل، از نام ایشون و از شعرهاشون آگاهی چندانی ندارن. ایشون نشان شوالیه ادب و هنر فرانسه رو سال 80 دریافت کردن از وزارت فرهنگ فرانسه و یکی از چهرهای بزرگ و از مفاخر ایرانی است که در فرانسه زندگی میکنه. شعرای ما ایشون رو نمیشناسن، خب طبیعتاً مردم عادی که دیگه اصلا. ازشون سوال پرسیده بودم که من برای اینکه بتونم یک فیلم متفاوت بسازم نیاز به چی دارم، چه مطالعاتی باید داشته باشم. گفت حالا یک هنرمند باید جغرافی بدونه، تاریخ بدونه، فلسفه بدونه، فقه بدونه، شعر بدونه، حکمت بدونه، همه چیز. شما از همه چیز، طب بدونه، ستاره شناسی و نجوم بدونه، شما مگه میتونید فردا بخواید یه فیلمی درباره ستاره ها بسازید و هیچ اطلاعی از ستاره ها نداشته باشید؟ آقا عمر آدم اینقدر طولانی است که شما برای خوندن همه اینا وقت دارید، حتی اگر خیلی متوجه نشید برید سوال کنید در مورد مسائل مختلف تو حوزه طب، بعد نمیدونم ستاره شناسی، ریاضی، فلسفه، چه ایرادی داره؟ از همه چیز سر در بیار. کی گفته شما باید عروض و قافیه بدونید؟ فقط کی گفته شما باید مثلا دستور زبان بدونید؟ کی گفته فقط باید؟ خب خیلی راهنمود خیلی خوبی بود، برای من خیلی اثر داشت. من از اون موقع تمام تلاشم رو گذاشتم به اینکه حتما روزی یک کتاب بخونم یا بخش‌هایی از یک کتاب رو با پرسمان و با گفتگوی چند نفره بخوام به اشتراک بذارم، از دیگرانی که درباره یک چیزی خوندن و میدونن استفاده کنم و این کدها رو، این گفتگوها رو همیشه ذخیره کردم برای اینکه روزی بتونم ازشون در جایی که نیاز هست استفاده کنم. مثلا توی فیلم ها سعی کردم این فضاها رو داشته باشم، این شناخت خودم رو از آدم های مختلف جهان، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، همه چی، تا که هم اینها برای اون همون بانک ذهنی که بهتون گفتم مورد استفاده قرار بگیره، هم اینکه از دانش عقب نباشن. خب خبر امروز شما میدونید فردا از بین میره یا زمانش از بین میره. متاسفانه ماها به سمت، یعنی مخاطبان امروز ما به سمت خبر و روزمرگی رفتن که این بزرگترین آسیب هست. ولی کتاب رو من دارم میبینم که هر روز تیراژ کتاب ها داره پایین تر میاد. متاسفانه نشرهای خیلی خوب هم تیراژ کتابهاشون به زیر 500 تا رسیده. وقتی میگم نشر خوب، یعنی واقعا نشرهای خوب که در کشور یک زمانی زیر 20,000 تا 10,000 تا نمیزدن، امروز رسیده به 400 تا 500 تا. حالا شما بقیه رو ببینید دیگه دارن به چه صورت درسته. یه دلیلش هم همینطور که شما تو فرمایشاتتون فرمودین،
بی‌حوصلگی و حالا به قول شما بی‌اعصابی مردم میتونه باشه. یه دلیل دیگه هم که حالا بعضیا معتقدن میگن به خاطر اینکه حالا هم این بی‌حوصلگی مردم و کم بوده وقت مردم هست، همین که به حال بعضی از انتشاراتی که ممکنه کتاب‌های نویسنده‌های عزیزمون خارج از ایران به دست عزیزان داخل ایران نرسه، یا اونایی که داخل ایرانن به دست خارج از ایران نرسه، همینطور که میدونید یه سری کتاب به خاطر این دلیل‌ها یه سری کتاب به صورت آدیو بوک داره میاد بیرون، یعنی کتاب صوتی. نظرتون در این مورد چی هست؟ شما فکر می‌کنین چه مضراتی میتونه داشته باشه کتاب صوتی یا چه منافعی میتونه داشته باشه؟ من یک روز توی فیسبوکم اومدم و کلی کتاب، نزدیک 4-5 هزار کتاب هم صوتی هم به صورت دیجیتال رو معرفی کردم. مدیر عزیز یکی از انتشاراتی که خودم باش کار میکنم با هم تماس گرفت، گفت شما چرا این کارو میکنید؟ شما که خودت نویسنده ای و که معتقد به کتاب کاغذی هستید چرا این کار رو انجام میدید؟ به خاطر اینکه فردا ماها ورشکست میشیم. گفتم شما نمیتونید جلوی فناوری و جلوی چرا، شما ناشری و طبیعتا یه جورایی دلالی کاسبید، ولی ما اهل هنریم. ما که نگاه نمیکنیم که شما چقدر سود میخوای بکنی، ما به این نگاه میکنیم که ما هم چقدر میخوایم به مخاطب خودمون فکر تزریق کنیم. این فکر از هر راهی، حتی اگر از طریق دود کردن مثل سرخپوستا دود کنیم بره هوا که یه سری مخاطب داشته باشیم، حتما کاه و آتیش بینیم دود بشه مردم بخوننمون. ما فکر تولید کردیم و دوست داریم که به دست مخاطب برسه. چه فرق میکنه صوتی باشه کاغذی باشه؟ برای من هیچ فرق، خیلی هم استقبال میکنه. من اتفاقا خیلی ها با هم تماس میگیرن چون میدونن من خودم وقتی من تا حالا تو زندگیم حتی یک کتاب نتونستم یک کتاب رو تو گوشی بخونم یا تو کامپیوتر، خوابم میگیره. ولی حتما روزی مثلا 200 صفحه 100 صفحه کتاب رو کاغذی حتما باید جلوم باشه. کاغذ رو وقتی بو میکنم زندگی میکنم، وقتی گل رو بو میکنم زندگی میکنم. شما زیباترین گل مصنوعی رو جلوم بذارید من لذت نمیبرم، شاید دیگران لذت ببرن، شاید میخوان به خونه نما بدن دیزاینشون باشه، ولی من وقتی تو یه چیزی واقعی نباشه نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم. کاغذ هم اینطوریه برام، ولی کسی رو من نمیکنم. شما دوست دارید اونجوش بخونید، بخونید، بشنوید، خیلی هم خوبه اتفاقا. درسته. آقای خورشیدی، اونایی که دست به قلم دارن، نویسنده و شاعرای عزیزمون، از واژه ها تعریف های متفاوتی دارن. یه سری واژه هستش که من میگم ببینیم که تعریف های شما از این واژه ها چیه، اگه اجازه بفرمایید. قلم تعریف یعنی چی؟ یه کلید واژه‌ای در مقابل این واژه دارن بعضی از نویسنده‌ها، یعنی یه جمله باشه یا خود این کلمه رو یه کلمه می‌بینن. نمی‌دونم، من تا به واژه‌ها اینجوری اصلا نگاه نمی‌کنم. مثلا چون می‌دونی من زبان صداتون خیلی محو شد. کم شد. صدای ما رو، صداتون رو نداریم. صدای شما رو خیلی کم دارم. صدای من رو داری؟ واقعیت اینه که من با واژگان اینطوری برخورد نمی کنم. حالا به خاطر این که من یه زبانهای دیگری هم مطالعاتی داشتم، یا مثلا با زبان عربی که فکر می کنم یک زبان خیلی شیرین و پر از اتفاقات خیلی خوب هست، و زبان فارسی هم متأثر از کاملا زبان عربی هست. وقتی شما به یک ایرانی میگید مثلا این چیه، میگه چشمه. نمی به یه عرب بگید نمیگه این چشمه، میگه کدومش، زلالیه، سلبیه، زجاجیه، شبکیه، همین این هر چی شما برای یک واژه صدها مترادف و کلمه و چیز داره، کارکرد تخصصی داره. شما به این دید نگاه نمی‌کنید به کلمات؟ نه، من به کلمات اصلا اینطوری نگاه نمی‌کنم، چون وقتی که شما یک کلمه جلوی من می‌ذارید، من به جای اینکه با معنیش بخوام تصویر یا بک‌گراندی از اون کلمه داشته باشم، من به دنبال مترادف‌های دیگری هستم که دوست دارم خودم اونها رو بسازم. ولی خب قلم که همیشه برای من با مساوی با شرافت بوده، یعنی هرگز و هرگز قلم خودم رو نفروختم،
و سعی کردم که واقعا در زندگی آزاده باشم، سعی کردم که با قلم مثل یک انسان برخورد کنم. هر وقت به سراغش رفتم خودم رو واقعا قسم دادم به اینکه با شرافت بنویسم، و اگر روزی خواستم حتی کلمه‌ای به دروغ یا به خاطر زنده بودن، به خاطر آزاد بودن یا هر چیز دیگری ازش سوء استفاده کنم، آرزو میکنم که اون قلم هیچ وقت رنگ نده و دیگه ننویسه. درسته، خیلی هم عالی. آسمان؟ آسمان یک شعر یادم میاد از آسمان، از سهراب، که میگه قسمتی از آسمان افتاد در لیوان آب من، آب را با آسمان خوردم. به به، خیلی هم عالی. آقای خورشیدی، شما در برنامه پرژان اوارد تشریف دارین. یکی از اهداف پرژان اوارد در واقع جمع کردن همه هنرمندان توی یک روی یک سقف، و حضرت عالی توی وادی ادبیات فعالیت دارین. به نظر شما اینکه افرادی که حالا در وادی ادبیات که حوزه شماست فعالیت دارن، یک جا جمع بشن توی یک مثل آکادمی دور هم جمع بشن و نظریاتشون رو با هم به اشتراک بذارن و صداشون رو بتونن به جاهای مختلفی که ایرانی های توی دنیا وجود دارن برسونن، چقدر میتونه توی زندگی هنرمندا تأثیر داشته باشه؟ طبیعتاً خیلی خوبه. هر چیزی که آدم‌ها رو در کنار هم با خوبی و خوشی، با مهربانی در کنار هم قرار بده و بتونه با آدم‌ها انگیزه بده برای اینکه دانش خودشون رو در اختیار دیگران، حتی در اختیار نسل‌ها و اسرای بعد قرار بده، طبیعتاً خیلی خوب هست. ولی چیزی که در واقعیت هست، مثل همون فرق حقیقت و واقعیت، واقعیت چیز دیگری است. و من گله‌ای که سالیان سال دارم این که اگر مثلا اگر کسی از شعرهای حنیف خورشیدی خوشش نمیاد، از کتابهای حنیف خورشیدی خوشش نمیاد، نخونید، خیلی راحت بذاریدش کنار، لاقل نگاه بندازید بعد بذاریدش کنار. من هیچ کس رو دشمن خودم یا دشمن مردم نمیبینم و هیچ کتابی رو کتاب بد یا کتاب مزخرف نمیدونم. خوندم کتابی رو و به نویسنده زنگ زدم، گفتم که مثلا اینجا غلط دستوری داری، اینجا صد تا غلط املایی داری، غلط فلان داری، این ویراستاری نشده، این یا مثلا محتوایی مشکل داره فلان، ولی ازش عذرخواهی کردم به خاطر اینکه فردا ناراحت نشه. و من مطمئنم بعد از اینکه اون میگه نه خواهش میکنم، این حرف من خیلی لذت بردم، به محض اینکه قطع میکنیم به اولین کسی که میرسه میگه فلان فلان شده، فکر میکنه که درست و فلان بوده. ما اگر بتونیم اول واقعا با ادبیاتی که به ما ادب یاد نمیده، ادبیاتی که به ما اخلاق نمیده، مهربانی نمیده، انسانیت نمیده، اصلا ادبیات نمیده. حتی کسانی که شعر میگن، شعر بگید ولی ادب نداشته باشید، شعر بگید اخلاق نداشته باشید، انسانیت به قوانین بشری احترام نذارید، ما هزاران سال فاصله داریم با سوبر ابتدایی اخلاقیات و ادبیات. به نظر من این که شما میخواید یک کار جمعی خیلی خوب انجام بدید بسیار عالی، مثل تمام اتفاقات بزرگ. چون تمام مثال خوبی زدید، گفتید که یه چنین جمعی شاید مثل اسکار بخواد فردا اثر خودش رو در جهان بذاره. ما طبیعتا آدم هایی نیستیم که آینه هنرمندان دیگر باشیم، نه اینکه صرفا ما با مثلا دکتر رویایی بد اخلاقی کنیم. ما در طول تاریخ با همه بد اخلاقی کردیم، هنوز که هنوز بیدل دهلوی ناخوانده است، طالب آملی توی این مملکت ناخوانده است، وحشی بافقی ناخوانده مونده، نیما باور نمی کنید. من خیلی جاها وقتی از نیما مثال میرم در جمعی میبینم مثلا همه هم دیگه نگاه میکنم مثلا نیما اینا رو هم گفته،
فقط اسامی رو شنیدیم. این بی اخلاقی است. من فکر می‌کنم ما قبل از اینکه بخوایم مثلا خودمون رو به عنوان یک چهره جهانی به دیگران معرفی کنیم، ما اولین کاری که باید انجام بدیم این ترازبندی انسانی در برخورد با هم نسل‌های خودمون، هم قلم‌های خودمون، هم فکر‌های خودمون، هم قبیله‌های خودمونه. ما خودمون رو حتی نمیتونیم منتشر کنیم، ما خودمون رو نمیتونیم باور میکنیم. من وقتی یک شعری رو از هر کسی بخونم و لذت ببرم، واقعا با تمام وجودم لذت میبرم، بدون اینکه نگاه کنم این آقا کجاست، چی کار میکنه فلان. من حتی اگر غزلی از فاضل نظری بخونم و واقعا وقتی میخونم بیهوش میشم، لذت میبرم. چی کار دارم فاضل کجاست، چی کار میکنه، کجا دستمزد میکنه؟ به من ربطی نداره. من اصلا با تاریخ زندگیش کاری ندارم، من با شعرش کار دارم و حتما و حتما اون رو نشر میدم. ما نشر این کاری که شما دارید میکنید، نشر دادن آدمهای خوبه. ای کاش شما بتونید قبل از اینکه بخوایم اون حرکت جهانی رو انجام بدید، واقعا به فکر این باشیم که ما ادبیات انسانی رو نشر بدیم. یعنی فردا ما توی یه جشنواره اسپاس مونتالیستی حجم گرایانه ای سعی کردیم یک شاعر رو معرفی کنیم به عنوان شاعر سال، که بدون چی بود، یعنی دولتی نبود، آزاد بود، و اونجا یک جوان 27 ساله رو به عنوان شاعر خوب سال تو جشنواره آوانگارد ها معرفی کردیم. چه یه جمعی نشسته بودیم، یک جوانه که شاید 21 ساله به ایشون، همین آقای که انتخاب شده بود 4-5 ماه بعد از اون داستان، گفت من فکر میکنم به نظر من اینجا شعر فلانی فلانه. گفت تو بی خود میکنی، من اینجا نشستم تو داری نظر میدی؟ بهش گفتم آقا جان شما به کجا رسیدید؟ فکر میکنید که ببین شما فردا به طور مثال یک آدم بی‌ظرفیتی مثل حنیف رو میگیرید جهانیش میکنی، بعد من دیگه میشم شر ادبیات تو همین کشور و دیگه کسی نمیتونه با هم صحبت کنه. من ظرفیت های لازم رو برای جهانی شدن یا حتی برای شهرستانی شدن ندارم. بعد یه دفعه مثلا برخورد، من پیشنهادم اینه که اگر میبینید به طور مثال در اسکار، در جشنواره های ادبی، جشنواره های هنری، سینمایی، اگر انسان های انتخاب میشن برای بهترین بازیگر، بهترین نویسنده، بهترین چهره سال، ظرفیت های اونها صدها سال قبل از تقدیم اون جایزه ها بهشون تزریق شده. این فرهنگ لازم، دیدمان لازم، جایگاه لازم برای اون مقام برشون تعریف شده. من فکر میکنم لازمه که ما یک بازنگری در این مقوله داشته باشیم و چیزی که امروز در بین اهالی ادبیات هست، پرخوشگری و بدخلاقی و عدم پذیرش انتقاد درست و این چیز هاست. این هم برمیگرده به این که ما مطالعه نداریم. یعنی شعرهای ما ترجمه نمیخونن، خودشون سواد ترجمه ندارن، متنهایی که ترجمه میشه ترجمه های بدی است. باور کنید چه مترجمه های خوبمون، چه مترجمه های بدمون. من وقتی لورک های حضرت شاملو رو میخونم با لورک هایی که خودم میخونم با از متن اصلی، اصلا دوتا لورک های متفاوته، ولی من لورک های شاملو رو دوست دارم، اون چیزی که ایشون گفته رو بیشتر دوست دارم. نگاه میکنم میرم مثلا دیگه ترجمه های بد، انقدر که ما رفتیم کتاب بد خوندیم، انقدر که کتاب خوب نیست، انقدر که درباره ادبیات نمیدونیم، درباره هنر نمیدونیم، و متاسفانه مخاطبان شعر و ادبیات بیشترین چی رو دارن؟ یعنی هر کسی به محض اینکه قلبش میلرزه شروع میکنه به نوشتن. نوشتن پیش زمینه و پس زمینه میخواد. ماها درباره اون کم خوندیم، درباره شعر کم میدونیم، تاریخ ادبیات رو کم خوندیم، تاریخ شعر رو نمیدونیم، شاعران رو نمیشناسیم، زندگی و ضرورت‌های زیستیشون رو نمیدونیم، و رو همین حساب این عدم مطالعه در بین خواص باعث شده که شاید ما ظرفیت لازم رو برای جهانی شدن یا برای حتی ملی شدن نداشته باشیم. واسه همینه که شاعر ملی نداریم، کسی که فراگیر باشه، کسی که
اتفاقا حالا پیروی همین صحبتایی که حضرت علی کردین، یکی از اهداف ویژن اوارد همین هست، همین که بعد از مصاحبه‌های انفرادی که انجام میشه میزه گردهایی داشته باشیم با عزیزانی که در حوزه‌های مختلف در حال فعالیت هستن، نویسنده هستن، شاعر هستن، فیلمساز هستن، ترانه‌سرا هستن، میزه گردهایی داشته باشیم که حتما از حضرت علی هم دعوت می‌کنیم توی میزه گردها با چند استاد دیگه در خدمتتون باشیم که همین چیزایی که فرمودین که در واقع یک نگرش عمومی جامعه عوض بشه و اصلا کلا بتونیم یه متفاوتی به مردم جامعه بدیم، که به قول شما وقتی که میخواد یک جایزه بیاد بیرون و بعد از اینکه میزه گردها تبدیل به آکادمی میشه، آکادمی ادبیات تشکیل میشه و یک سری افرادی کاندید میشن که مردم بهشون رأی بدن، لااقل مردم یک سطح سواد اولیه داشته باشن واسه رأی دادن به این گونه آدما. حتما در خدمت شما خواهیم بود برای پیش بردن این اهداف. ما من یه خاطره اگر خواستید چیکنی، من فکر میکنم سال 78 بود که یک برنامه تلویزیونی دیده بودم که از خشایار اعتمادی و شادمهر عقیلی دعوت کرده بودن که تو تلویزیون، اون موقع ایران بود شادمهر، و من براش کلیپی هم ساخته بودم همون سال ها. ازشون سوال پرسیدن این شعر به این زیبایی که خشایار خونده و آهنگش رو شادمهر ساخته بوده، ناز انگشتای بارون تو، این شعرش مال کیه؟ گفت من نمیدونم، من تو تاکسی نشسته بودم دیدم یه مجله اونجاست، بعد این اصلا خیلی درد می‌کنه، نه خوانندمون میدونه این ترانه زیبای مال شاملوز، نه آهنگسازش که خودش هم خواننده و آهنگساز تنظیم کننده است. این فاجعه است به نظر من که ما شاملو رو نمیخونیم. ما کی فرصت میکنیم هم نزله خودمون رو بخونیم؟ ما آینه نیستیم. ما کاری که شما دارید میکنید به نظر من از چند منظر خیلی خوبه، که مهمترینش میتونه آینگی این برنامه‌تون باشه، یعنی آینه شعرها، آینه هنرها باشید، آدمها رو در مقابل خودشون قرار بدید تا خودشون بهترین قاضی باشن. ما وقتی به خودمون میرسیم بهتر از هر کسی میتونیم خودمون رو قضاوت کنیم که چقدر نادانیم و چقدر داناییم، چقدر اشرافیت داریم و چقدر عدم اشرافیت به موضوعات مختلف، و چقدر بازتاب جامعه ایم، چقدر بازتاب هنریم و همین. دقیقاً. به خدا دیگه، شنیدیم دیگه، به خدا رو که میدونیم دیگه. همکارانتون دارم بابت اینکه این رو قلبا عرض میکنم، قبلا هم به شما گفتم، نمیدونم چرا من انتخاب کردید، ولی واقعیتش اینه که من اصلا و اصلا خودم رو در این اندازه ها نمیدیدم و نمیدونم، و ولی از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه بنده رو انتخاب کردید برای این گفتگو. امیدوارم که اتفاق خوبی رو شما رقم بزنید. شما که الان خضوع و خشوعتون رو دارید در واقع نشون میدید، خضوعتون رو دارید نشون میدید با این همه تألیفی که شما داشتین، همه کتاب و این همه روزنامه نگاری و فیلم سازی، شما رو دعوت نمی‌کردیم آقای خورشیدی، واقعا باید چیکار می‌کردیم ما. ممنون از شما که تشریف آوردید آقای خورشیدی. میشه خیلی اتفاق بزرگی، ممنونم از شما. قربان شما. اگر که نکته‌ای هستش که من نپرسیدم ازتون و می‌خواید بفرماییدم که بگین، که بعدش اگر که شما اوکی باشین یه دونه شعر از شما بشنویم و برنامه رو ببندیم. نه چیز خاصی مد نظرم. اوکی، پس اگر که آمادگی داشتید همیشه گفتین، خدا رو شکر. اگر چیزی مد نظرتون اگر که شعری رو آماده داشته باشین برامون، یه مقدار شعر کوتاهتون رو برامون بخونین که ممنون میشیم. متاسفانه حفظ نیستم حتی یک دون از شعرها. خب پس من یه شعر دیگرتون رو پس با اجازتون بیداری رو بخونم. ها، بیداری رو که الان خوندم، یه دیگه از همون بیداری رو میخونم و بعد با بینندگان عزیز خدافظی میکنیم. بایست که در جمجمه مردم این شهر آزادگی نوع بشر راه بیفتد. عمریست که در این خاک، عمریست که این خاک فراری شده از خیش، کم مانده که دریای خزر راه بیفتد. این قوم بلاخیست که بر خاک نشسته، یک صبح فقط مانده که در راه بیفتد.
خیلی ممنون از آقای خورشیدی عزیز که مهمان امروز برنامه ما بودن و ممنون از بینندگان عزیز که تا الان ما رو همراهی کردن. در نور و عشق باقی بمونید. خدا نگهدار. ممنونم، مرسی، سپاسگزارم.